صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم. نمازگزار باید جهت کعبه را در نماز فرضی و یا در نماز نفلی استقبال کند و سنت است که امام و تنها گزار به خود ستره گیرند و امام برای آنهایی که در عاقب او نماز می خوانند ستره است و نمازگزار در وقت قیام به سوی سجدگاه نظر بکند و به هر طرف نظر نکند. نمازگزار باید نمازش را راست استاده ادا نماید که این یکی از فرضهای نماز است. با قلب خود به نماز فرض، سنت و یا نفلی نیت بکند و مثل نماز پیشین و یا عصر. نماز را با تکبیر تحریمه با لفظ الله اکبر افتتاح کند. دو دست خود را با کشاده داشتن انگشتان همراه تکبیر تحریمه تا برابر گوش خود بلند کند. کفی دست راست خود را پشت دست چپ گذاشته و بالای صدر خود گذارد. دعای استفتاح را پیش از قرائت سوره فاتحه بخواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. در همه نمازها بسم الله الرحمن الرحیم را سری بگوید. در همه رکعت های نماز سوره فاتحه را همراه با بسم الله الرحمن الرحیم بخواند. بعد خواندن سوره فاتحه یک سوره و یا آیات چند قرائت بکند و در نمازهای فرضی باشد فقط در دو رکعت اول آن ضم سوره بکند. الله اکبر گفته به رکوع رود. در رکوع سر و میان در یک سطح قرار گیرد. پشت را راست نگه دارد. آرنج ها راست شوند. زانه ها را با انگشتان دست ها دارد و زانه ها راست کرده شوند. در حالت رکوع سبحان ربی العظیم گفته شود. این تسبیح 3 یا 5 یا 7 بار گفته شود. هنگام از رکوع راست شدن سمی الله لمن حمیده بگوید. بعد راست شدن ربنا لک الحمد گفته شود. سپس بعد لحظه در آرامی بودن الله اکبر گوید و به سجده رود. هنگام سجده کردن پی هم زانو پس پنجه دستان پس از آن پیشانو و بینی را به زمین پایین کرده شود. در سجده انگشتان دست ها با هم جمع کرده شود و برابری روی باشند. پای ها نیز با هم جمع کرده می شوند. نوگ انگشتان باشد از زمین کنده نشود. انگشتان دست ها و پای ها به سوی قبله نگرانیده شود. شکم به زانو رسانده نشود و آرنج به زمین و به شکم رسانیده نشود. در سجده 3 بار سبحان ربی العلی گوید. سپس الله اکبر گفته بنشیند. این نشستن را جلسه می گویند. در جلسه باید بالای پای چپ که نوکهای انگشتان آن به طرف راست نگرانیده شده باشد بنشیند. انگشتان پای راست به زمین زیر کرده شده و به پیش نگرانیده شود. دست ها در بالای رانها گذاشته شوند. در جلسه بگوید رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وعافینی وارزقنی. الله اکبر گفته بار دوم به سجده رود. الله اکبر گفته و به نشستن برای رکعت دوم برخیزد. دست ها را با هم گذاشته به قیام برخیزد. در رکعت دوم دعای استفتاح خوانده نمی شود. بعد از آن که دست ها را با هم بسته بالای صدر می نهد با آواز پس بسم الله الرحمن الرحیم میگوید و سوره فاتحه و بعد آن یک سوره خرده و یا 3 آیات را قرائت میکند. الله اکبر گفته به رکوع رود. در رکوع 3 بار سبحان ربی العظیم گفته میشود. پس از آن سمی الله لمن حمیده گفته از رکوع راست میشود. ربنا لک الحمد و الله اکبر گفته به سجده برود. در سجده 3 بار سبحان ربی العلی بگوید و الله اکبر گفته بنشیند. سپس باز الله اکبر گفته به سجده دوم برود. 3 بار سبحان ربی العلی بگوید. الله اکبر گفته از سجده فارغ گردد و نشیند. این حالت را قعده آخر یعنی نشست نهایی میگویند. مردان بالای پای چپی که نوکهایش به سوی راست نگرانده شده است بنشینند. پای راست را به زمین زیر کنند. انگشتان پای به سوی قبله گردانده شود. دستان را در حالی که انگشتان اندک کشاده هستند بالای رانها بگذارد.
نگاه به سوی زانوها نگرانده می شود. در این حالت دعای التحیات را بخواند. التحیات لله و صلوات و طیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. در نشست نهایی یعنی قعده آخر بعد از التحیات صلوات خوانده شود. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پس دعایی که می خواهد آن را بخواند، بعد روی به طرف راست بگرداند، به کتف راست نگرانده شود و السلام علیکم و رحمت الله بگوید. پس از آن رویش را به طرف چپ گردانیده به طرف کتف چپ نگاه اندازد و همچنین السلام علیکم و رحمت الله بگوید.